Fatima, Zahra. Hai Fatima, Zahra. Hai Fatima. Wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin, siyama baqiyati Allah fil aradhin. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا رسيدني ایام شهادت مظلومانه بی بی دو عالم حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها را در خدمت در خدمت آقای امام زمان ارواحنا له الفدا و تمامی مؤمنین و مؤمنات تمامی پیروان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض منم انشاءاللہ کی مادر ائمه علیهم السلام از تمام ازمو راضی و خوشنود باشا و مو بیتنیم کی قد سوگواری دمنی ازی ایام یک عرض ارادتی کده باشیم و یک گوشه ای از غم و غصه ای امام زمان ارواحنا له الفدا را دمنیشی شریک باشیم برای خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان ارواحنا له الفدا با آواز بلند صلوات امروز دمنی از این عصر و زمانی که ما در او زندگی مونیم دو راه دشمنان بشریت برای نابود کردنی جهان اختیار کرده یک رایشی کم رای قدیمی است بسیار از قدیم زمان قد از این راه جهانی بشریت را در او نابود مونند یک رای دیگیشی کم زن نو است البته از همیشه بوده لیکن در ازی وسعت که امروز در او از این راه استفاده مونن هیچ وقت از این پیش نبود و این دو راه هر کدامش یک دیگه خور کمک مونه هر کدامش یک دیگه خور مضبوط کده مونه یک رایش چیه؟ یک رایش است که انسان ها را غرق کنه دمنه وادی عیاشی دمنه وادی فساد دمنه وادی بے بندوباری دمنه وادی هرزگی دمنه انزی چیزا مردم را غرق کنه یا به تعبیر دیگر مردم را دمنه بے دینی شدت پسند تیار کنه بے دین های ایکسٹریمیست تیار مونن مردم را یک رای شیعی است رای دیگه است که ماین قد دینداری اکستریم قد شدت پسندی ده منی دینداری قد دینداری منحرفانه مردم را نابود مونن و دویمنا رایش است ماین کاری مونن که مثلا یک انسانی را یک جوانی را ایرنگ برین واش مونه ایرنگ او را منحرف مونه ده منی دینداری کیو دا آسانی ما یا خلاصه اون دیدین د خود خو بم بسته منه و دا آسانی مور خلاصه بلاست منه منفجر منه خود خو صدها نفر د خاک و خون میکشن شی او سنیم خیلی برای چی فرق نمونه میگره تمام را د خاک و خون میکشن بس که شیر بگی بابا اینایی که تو مکشی یک بلوگ زنا بیگناه یعنی نه آدمای بیگناه د
د جواب چې موږ کی خوب اگر بے گناہ باشه د بهشت مور دیګه زنتر د بهشت رہی مونې موینار بے گناہ اگر باشه د بهشت مور بل اخر موږ مو باید وظیفه خور انجام بدی دیګه موږ شې دیګه نار توخین منحرف دینداری منحرفانه افراطی گری د منی دینداری یعنی رنگایا و مو ترس کدم ای هر دو راه هر کدام شي دیگه خور درو کمک شمونه هر کدام شي یک دیگه خود درو مضبوط کده رہی است چطور امونای کی دمنه عیاشی امونای کی را کی دمنه فساد درو اکستریم شده رہی است شدت پسندی امونای کی بے دینی ہے شدت پسند استن بے دین های شدت پسند استا اونا را د زنا امی دیندار های شدت پسند را نشان میده اونا دا بے دینی خو مضبوط تر شده مورا اینایی که دیندار های منحرف است اینایی که دیندار های شدت پسند است دا از اینا بے دین های شدت پسند را بے دین های افراطی را نشان میده اینا را دا دینداری منحرفانش مضبوط کده مورا بے دین ها را مگه بیا توخ کو به تو خو اینا را مگه چی قدر اینا وحشیان مگه تو خو مگه مثل آب خوردن آدم مکشن تو خو طرف دین بایی مگه دین تو را نیرنگ مونه دین تو را حیوان تیار مونه دین تو را وحشی تیار مونه مگه مثل آب خوردن از بعد موری سر از بدن مردم جدا مونی یعنی رنگ موشی به دینار مگه وقتی که به دینار اینا را نشاندت امی دیندارهای شدت پسند را دیندارهایی که البته این من بریکیت همین یک نکته خدمت شما عرض کنم که دینداری هیچ وقت انسان را شدت پسند تیار نمونه دینداری هیچ وقت انسان را اکستریمیست تیار نمونه اینا خودونشن منحرف است اینا چون خودونشن راه را گم کده ماین قد لباس و قد لباده دین درو امکارهای انحرافی خور پیش مبرند دنام دین درو اکستریمیزم را درو پھیلاو که در رہی ہے درام دین درو شدت پسندی مونا دینداری هیچ وقت انسان را شدت پسند تیار نمونا هیچ وقت کار را نمونا بے دینار مائی را اینی رنگا دیندارهایی کی قد لباس دین درو شدت پسندی مونا اینا را نشان میدم گو توخینا وحشی ہے طرف دین بای توخ یعنی رنگا موچین پس بیا اینا ریلا کو بور طرف هم زو هرزگی خو بور بور طرف فساد بور بے بند و بار باش بور عیاش باش از اول بابا بس دیندار های منحرف را امی جانور ها را مای را امی بے دین ها را نشان میده توخ کو مگا اینا نارا چی قدر اینا حیوان صفت ها چی قدر اینا پست ها چی قدر فساد پھیلاو مونه اینا درو چی قدر عیاش ها بیا اینا را بیزن بوکش اینا را مگا بیزن بوکش اینا را یعنی من آئی درو جامعیت و فاسد و آلوده مونه بیزن بوکش اینا را درو مثل کی دولب قیچی دیدین دولب قیچی که یک چیز را کٹ مونه هر کدام شی دو دن چاقو یک کمک مونه قیچی تیار شده درو نابود کدره این هم درو هر دوی شمیت کار درو کدره بے دینی شدت پسندانا قد دینداری شدت پسندانا درو هر دوی شمی کار خب مو قد کدام از اینا کنار بایم بوریم بے دین شنیم بے دین های شدت پسند تیار شنیم خب نموشه نموشه که آدم بے دین شدت پسند تیار شنه طرف بے دینی شدت پسندی بوری خود به خود دینداری شدت پسندانه رو دمن جامعه دا وجود میری خود به خود اینا دا وجود می بوری مزول با شدت پسند شونیم دمن دینداری اونجی بوری وحشیگری کنیم نه اگر دمن دینداری بوری شدت پسندی رو اختیار کنی زول با بے دینی رواج مش از بعد اوج میگره بے دینی از بعد اوج میگره کدام از اینا رو انسان انتخاب کنه واقعا و می کار شده شما در دنیای غرب توخ کنین دنیای وست رام اگر اینا گرفتن عیاش تیار کدن اگر بے دین تیار کدن اینا را قد نمزی چیز اینا را تیار کدن دا تقریبا 1000 سال پیش دا دنیای غرب دین حاکم بودک مسیحیت حاکم بودک چرچ امی روحانیونی مسیحی پاپ بگی اینا را خلاصا امو راهب های زنار بگی روحانیت زنار علماء مسیحی حاکم بودن در من جامعه چرچ حاکم بود نظام دینی حاکم بود اما چی رنگا نظام دینی حاکم بود به شدت اکستریم شدت پسند وحشی
خلاف علم اونا بودن، خلاف عقل اونا بودن، خلاف تفریح اونا بودن، خلاف لذت اونا بودن، خلاف همه چیز، خلاف ازدواج اونا بودن. حتی خب دمانی جامعه ای که این همه دین در صورت شدت پسندانه رواج پیدا کنه، دمانی امزو جامعه ما هم اگر باشیم مورم بدین موش باور کن، ما هم اگر باشیم مورم بدین موش. دمانی امزو جامعه گالیله مایه ثابت مون از لحاظ علمی مگه زمین در دور خورشید میچرخه، ارت درو د گردی سن کست درو چکر مخرا درو. گفت ما از لحاظ علمی ثابت کدوم؟ گفت تو غلط کده ثابت کده. دمنه کچهره عدالت اور بنده خدا را استکت، گفت بوگی کی تو درو غلط موگی درو، بوگی کی زمین گردی سورج نمی چرخه بلکه سورج د گردی زمین می چرخه. او چرا ما قد علم ثابت کدوم؟ مگر نه، چون مو مسیحیا، چون مو روحانیون مسیحی بنابر اعتقادات خو مو قائل است که چون دمنه زمین حضرت مسیح زندگی مونه، مسیح هم خدایه، او دمنه مسیح دمنه زمین زندگی نه، تو درو مگی که منیزو زمینی که مسیح است، این مسیح درو گردی سورج می چرخه درو. تو توهین کده حضرت عیسی را که مگی حضرت عیسی گردی سورج می چرخه، تو باید مگی که سورج گردی زمین می چرخه چون عیسی دمنه زمین است. یعنی لوجیک شن بوده. مگه بابا هیچی رب تی در زود عزیز من ما از لحاظ علمی ثابت کدوم؟ گفت تو غلط کده، بگی که ما غلط کدوم نکدی تو رو اعدام مونی. گالیله مجبور شد گفت بابا خوب غلط کدوم، تو راست مگی سورج در رو در گرد زمین میچرخه. از منی عدالت برو بر شد تیا خورد در زمین زد، گفت تو بیچرخ گرد سورج، اینا قبول نمونه، تو بیچرخ. اینی رنگه یه تفتیش عقاید اشته بودن، در خانه های مردم مرفتن تحقیق مکدن چی رنگ عقیده داری تو. اگر می دیدن یک ذره عقیدهشان قد کلیسا و قد چرچ و قد روحانیت مسیحیت تکراو داشت، خانه زو آدم را خراب میکردن. ازدواج میگفت نکنه کس، خودون چن ازدواج نمیکردن. اما البته زو بعد فساد هایی که در درون خود چرچ و کلیسا وجود داره اونها امروز هم پاپ را دیونه کردن، این فسادی که در من خود چرچ وجود داره. حالا بماند بحثایش یک وقت انسان مونه. اینی کار خب دمنی یک جامعه ای که این رنگ کارها وجود داشته باشه، قد علم مخالفت، قد لذت مخالفت، قد عقل مخالفت، قد همه چی مخالفت، به خدا قسم من ایزو جامعه هر کس باشه به دینی ریخته. امزو خاطر انقلاب مایه، رنسانس ده وجود مایه، انقلاب علمی ایجاد موشه، دیگه حاکمیت دین را از من جامعه ختم مونه. و او رنگ دین باید حاکمیت از من جامعه ختم شد. اما نتیجه شکار شد، نتیجه دینداری افراطی بدینی افراطی را ده وجود آورد، شدت پسندی ده منه بدینی رو ده وجود آورده. توخین چقدر خراب مونه تو مو چی کار کنی؟ قد کدام از اینا مو کنار بای، کدام شر مو انسان باید کار انجام بده؟ اینا واقعا بسیار خطرناک مسئله عزیزان گرامی. بدینی افراطی هم در اون نسل کشی مونه، بدینی افراطی، هرزگی، فساد، بی حیائی، بی عفتی، عیاشی هم در اون نسل کشی مونه، و دینداری افراطی هم در اون نسل کشی گدر ایست. خب آج آقا مو تعالی شنیده بودی که امینایی که دنام دین اکستریمیست هست، افراطیگری مونه دارو، اینا خود دارو نسل کشی مونه، این خود شنیده بودی کشتار مونه. بدینی افراطی، فساد، عیاشی، بی حیایی چی رنگ نسل کشی مونه؟ مونه عزیز من بیا برد دنیای غرب بر توخ کنو. بی حیایی، بی افتی، فساد، عیاشی اگر زیاد شد دمن یک جامعه، انسان دیگه در منیز جامعه در دنیا نمایا، پروڈکٹی انسان ها کم شده موره، نسل تور کم کده موره، دیگه تو اولاد پیدا نمانی در منی دنیا، بی حیائی ها امی ترسته نتیجه شی. وقتی که تو اولاد پیدا نکدی نسل تو کم موشه، نسل تو که کم شد بریز تو مای مسلط موشه. اینمی آدم ها که امی فکر را حاکم کده مای نسل تور کم کده بریز تو زباد مای مسلط موشه، زباد بریز تو نباید زیاد شونی، نسل تو نباید زیاد شونه، مخصوصا نسل شیعه نباید زیاد شونه مونه. چون امروز تو کین ده بعضی از امزو اسلامی ممالکی کی شیعه در ادمنیش قدرت میگره کاری کدن کی امروز دمنه امزو ملک یک دنه شیعه حاضر نی از دو دن اولاد زیاد اولاد دنیا بیره، کم شده رایی نسل شندرو. این امروز اونا فهمیدن که چی بلای دنیای غرب قد ازی لایف استایل خود سر از مو ارده. خودون چن مگا بعد از بی امی اسلامی ملکی همسایه مو مستا، مگا بعد از 20 سال کستا پاپولیشن از اون ملک دیگه پیر موشه، جوان ندارن دمانی از اون ملک. توخین دشمن از کجا نقشه میکشه، چی رنگ ریشه استور میکنه، اینی رنگ پلانینگ داره دشمن، نسل کشی مونه.
خود دنیای غرب را میتر کدن نسل کشی کدن نسل کشی کدن امروز تحقیقات انجام گرفته مونگا بعد از 20 سال 30 سال د یورپ شما اورنگ یورپین پیدا نمیتنی کی اصیل باشه یعنی هم بابیش یورپی باشه هم ایکا یورپی باشه مونگا پیدا نمیتن نسل را درو ختم کدر یه دو اصالت را از بین مبر بعد از 20 سال یا 30 سال د یورپ هر بچه که د دنیا مایا یا بابا غیری یورپیان است یا مادر غیری یورپیان است از یکو جای دیگه تعلق شست نسل را ختم مده نسل کشی شده رهیه شما امروز بورین تو خیم در دنیای غرب استاتستیکسی ابورشن را شما بورین بگیرین ابورشن را کلانا مفاهم که چیه سخت جنین وحشتناک است عزیزانی گرامی وحشتناک اینا امونایی است که امروز ششتم مگه د عرب جاهلی د صدر اسلام عرب جاهلی دخترو رو زنده به گور مکدن اینا دخترو رو زنده به گور مون اینا مگه د بری عرب جاهلی تا امروز اینا درو چیزا مون کی اونا چی قدر عرب جاهل بود فلان بود دختر زنده به گور مکدن در حالی کی برین تاریخ را مطالعه کنین دخترویی که زنده به گور شد تا زمانای عرب جاهلی بسیار تعداد چی کم بود ایرانگا که مو شما میشنوی که وای اونا شاید نمیدانم کس ده منه پورا سوسایتی شاید دا 20,000 دنه نمیدانم دختر زنده بگور کدن نو ازی خبرای نیه به خدا قسم ازی خبرای نیه بر تاریخ بخان بسیار کم دختر زنده بگور شدن بسیار کم تعداد چی بسیار کم بودک اما ازو عرب گیلم نبود عرب جاهل عربی که هیچ چی نخانده بود عربی که دین نداشت عربی که تعلیم نداشت عربی کی کلچر نداشت عربی کی تمدن نداشت ازو گیلم نبود اگر یک دختر را زنده به گور کده به خدا گیله نبود اما بیا تویی که متمدن هستی تویی که درو جامعه خور درو در طرف مدرنایزیشن درو برده رهی هستی تویی که دم از تکنولوژی درو میزنی بیا برتوخ در دنیای غرب فقط مقدمن امریکا روزانه 3000 دنه جنین سخت درو شده رهی 3000 دنه ابورشن روزانه دمن امریکا صورت میگره در. یعنی چی؟ یعنی روزانه 3000 دنه اولاد را زنده به گور درو کدر ایست دمانی رشیه مونگ از منی 1000 دنه بچه که در شکم مادر است از منی هر 1000 دنه شی 500 از 500 دنه زیاد چی درو سقط شده رایی ابورشن شده رایی درو مونگ وانا بورین تو استاتیکسیس وجود داره دمانی رشیه از مگا از هر 1000 دنه زنی که اینام ایج شی مگا از 15 سال گرفته تا 44 سال است از منی ازی مگا 53.7 دنه زنا کستا سقط جنین انجام میده یعنی از منی هر 1000 دنه از 500 چند دنهش کستا با 4 درو ضایع کدره ایست واقعا عجیب و غریب است WHO چند سال پیش یک استاتستیکس داد گفت سالانه در منی تمام دنیا 40 سے 50 میلیون ابورشن درو صورت گرفته رهی است درو کم نیا سالانه نمانی دنیا 50 میلیون انسان را درو زنده به گور درو کدر ایست اینجی کس درو آرتیکل لکھائی نمونه اینجی کس درو آواز شی بلند نموشه اینجی کس چرا چون عربی جاهل نیا اینجی نه اینجی آدمای متمدن چون درو ای کارار مونه امزو خاطر کس آواز شی درو بدر نموشه درو وزی قدم وحشتناک کنم سینریو را برای شمو مگه دمنه برطانیه او تر گلیا وجود داره که دمنه شی دست بینهای مخصوص جنین وجود داره مگه یعنی تیم کچرای مخصوص اولاد ضایع کنه بایا اونجا بوره پرتاو کنه وحشتناک است عزیزانی گرامی امروز دمنه دنیا امی سامانه کاسمیتکس کی سودا خرید فروخت مشه سامانه میکب زنها مگه بهترین پروڈکت کاسمیتکس او کاسمیتکس یست که قد چربی بچه ای که مرده از شکم مادر در دنیا مای قد چربی ازو تیار شده باشه کاروبار درست کدن عربی جاهل خود دختر که پیدا مش مرد زیر خاک محترمانه دفن مکد تو خو میگری و بیچاره تجزیه مونی شیره در می دی چربی های شیره موری قد چی پروڈکت تیار کده سودانی برای مردشم تو موری کاروبار درو کده رئی است اینی دنیای غرب حقیقت چی دوستای عزیز اینی رنگ تو رو تو درو دختر زنده به گور درو کدری صد خدا به شرف یزو عرب جاهلی ما سلام مونم که مرف دفن مکد شد تو خود به شرف درو توهین هم مونی نسبت بیزو نسل کشی مون درو عزیز عزیز بال نسل کشی می خای اینی رنگ مون ازو لبا او بارال دیندار هایی که در شدت پسندی کستا اختیار کدن و افراطیگری است اونا خوان نسل کشی های از اونا رو خموش شمو اصلا مگه زیاد خوب مفهمی
چند سال پیش فقط دمنی یک سال کستا از 1000 دن زیاد کستا خودکش دماکا شد دمنی امی ایشین ممالک کستا هر کدام از خودکش دماکا ها صد صد نفر قد خود از دنیا برد نسل کشی نیه بله نسل ها از بین رفت نسل کشی کدره خب مو سو باید کستا تکلیف خورا مشخص کنیم عزیزانی گره پس توخ کن دینداری بسیار ایک مسئله مهم شده امروز امروز دیگه نموشه تو بگی دینداری را خیلی امیتر سطحی از برش تیر شونه که دینداری مطلب چی است چی نیه مثلا نه دینداری بسیار مهم مسئله تیار شده امروز بسیار سیریس مسئله امروز اگر کسی دبره مسئله دینداری خود سیریس نشونه او قد نسلی از جامعه خود رو خیانت مونه دارو واقعا خیانت مونه دارو شما تو که تمام مسئله برای دین دارو اینجی بستگی داره دین میتونه حیات بشر را نجات بده امروز و امروز دشمنان در ذریعه امزی دین هی درو بشریت را نابود کدری است یا درو بی دین مونه یا اگر دیندارم کد شدت پسند دیندار تیار نه اورم او بازم درو نسل کشی کدری و درو نابود کدری جامعه بشری امروز واقعا سیریس شده مسئله دینداری به خدا قسم مونه باید قدر سبوک بگری مسئله دینداری ده دیگه مسئله دینداری دیگه د پسند از موضوع ربط نداره که بگی مطابق میل از خود خو ما ایگو دین را انتخاب کنم نه یا بگی مطابق میل خو ما دینداری مونم هر رنگ دل از ما خواسته مو رنگ دینداری مونم نه این رنگ نی عزیز من مطابق دل از خود خو دینداری کنی اینی بلار د سر است مایره که تازه کم بهش ما د بارش گفتم شما را دیگه دم مطابق میل از موضوع نیه اترنی که سر سفره شتا باشی چلو کباب میشتا باشه کدو میشتا باشه پالگا میشتا باشه بگار کدام شی که دل تو خاص بخور دیگه یا چلو کباب بخور یا کدو بخور یا فلانی چیز بخور تو مزو بعد مطابق میل خو مخم نه ما چلو کباب فلان نه مخرم میده من خراب مونه خدا سنگینه که فلان انزی کدویش مخرم کسته مطابق میل خو موری غذا نه یک دفعه اگر تو رو باید بگه که عزیز من کدوها و سبزی ها تمامش آلوده شده وایرس داره تمامش زهر درد منی تمامش کیمیکل اندخته منی تمامش نه باید بخوری یا مثلا مگه گوشتا تمامش وایرس پیدا کرده ناجوری پیدا کرده نه باید ازی گوشتا بخوری دیگه او چه بازم سری سفره کی شش دیگه پسند خو غذا مخری زوبات نه دیگه کس د مطابق دیگه کس تو تعارف هم نه مونه مگه نه الله بخور یک چلو کباب بخور بسم الله بفرما دیگه کس تو تعارف هم نه مونه غذای در عمر تعارف منی کی مر بخشا نابود کنه مر نه مطابق دینداری منی میرنگ شده کس نباید شما رو دزی زمان تو دین اگر کس تعارفی کرد که اینی رنگ دینداری کنه نباید زود قبول کنی نه عزیز من خیلی از روش های دینداری آلوده شده امروز دمن جامعه ازمو دمن دنیا امروز که موزر و زندگی نی دیگه تعارفی نیه دم میل از خود تو نیه خیلی باید دقت کنی دمن مسئله دینداری عزیزانی گران واقعا نمی تره چی قدر پدرها و مادرها امروز واقعا پریشان هستن پدرها و مادرها گیلمندن دغدغه داره اجاغا چیکار کنم بچه من نماز خان شونه چیکار کنم بچه من طرف کارهای بد نره چیکار کنم بچه من نمیدونم درس به خانه با ادب شونه خیلی دغدغه داره اما مادر گرامی پدر بزرگوار خالی از گیلمند بودن از دغدغه داشتن دیگه بچه تربیت نمیشده من خانه باور کن خیلی مسئله حساس شده اینجی بچه زمانی تربیت موشه که خود تو دیپند مونه برستو که چی رنگ دینداری کدن را انتخاب مونی چی رنگ دینداری مونی تو دمنه خانه اگر بچه دمنه خانه بینگر نه که بابا درو قد نفس خو جهاد مونه اگر ما بچه دمنه خانه بینگر نه که مادر درو قد نفس از خود خو مقابله مونه مبارزه مونه جهاد مونه اونو چه مسته که بچه تربیت موشه معذرت میخوام کم زر امزون چی پیش باین پس پشت جایم نیست یک صلوات خانده شما جوانا دوستا امزون چی پیش باین که جای بایز بایدش یک صلوات بخانیم بر محمد آو نور دین آو بار دیگر باواز بلند صلوات تامو پرا خوب خوب توجه داشته باشین عزیزانی گرامی پدرها و مادرای عزیز بابا اگر پیدایشی طور پر اگر یک آدم خوش اخلاقی باشه یک آدم خوبی باشه این خیلی درد بچهش نمخره خیلی درد تربیت اولاد نمخره تو جنتیکلی تو آدم خوش اخلاقی پیدا شده دیگه اصلا بعضیا ارسی طور پر بعضی از فضایل اخلاقی را داره پیدا میشه خوب خوش اخلاق پیدا میشه از منی خانواده
خانواده بسیار مهم است. مو قرار شد دایی دو سه شاو دوباره خانواده گپ بزنی عزیزانی گرام. باید دوباره فامیلی مو اینارا گپ بزنی. خوب مو معلوم کردیم که دینداری بسیار یک مهم بحث است. دینداری بسیار سیریس شده. اگر مو دینداری سیریس نگریم خیانت کردیم. خوب سوال علی که دینداری قدر مهم شد، سوال جامعه باید دیندار شونه یا فرد باید دیندار شونه؟ یعنی مو اول چیکار کنیم؟ جامعه را باید دیندار کنیم، سوسایتی را دیندار کنیم، یا یک اندیویژوال را فرد را دیندار کنیم؟ در نظر شما کدام چیه؟ فرد دیندار شونه اول یا جامعه؟ طرفدار جامعه چکس نیا؟ یک جامعه و علم ووٹ بیدی نگوی شما. فرد دیندار شونه اول؟ هیچ کدام چیه؟ اولویت نه د دیندار کدنی جامعه یا نه د دیندار کدنی فرد است. اولویت د دیندار کدنی فامیلی است، خانواده. تمام شد. اگر میخوای جامعه را دیندار کنی، اول باید خانواده را دیندار کنی. یک فرد را هم بخوای دیندار کنی، اول باید چی را دیندار کنی؟ خانواده را باید، فامیلی را باید دیندار کنی. اول باید توجه مترفی فامیلی باشه عزیزانی گران. واقعا فامیلی بسیار زیاد مهم شده، خانواده بسیار زیاد اهمیت داره. هر دویشم تا توکن فامیلی کستا یک نظامی است که دمنی فامیلی باید اوورال تمام فامیلی باید خوب شونه، دیندار شونه. یعنی یک پدر و مادر، یک زن و شوهر باید تصمیم بگیره، فیصله کنه که با هم هر دویش دیندار شونه، با هم هر دویش خوب شونه. دانه دانه فایده نداره. شوی بگم ما در تنهایی خوب میشم، دیگه در کس غرض ندارم، در زن خود بچی فلان زن همه میگبره، نه این فایده نداره. منی قرآن چی مگه؟ آیه شریفه مگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مگه صبر کنین، مگه اصبروا صبر کنین دانه دانه شمو، ازو بعد مگه وصابروا، ازو بعد مگه یک جای صبر کنین، یک جای صبر داشته باشین. خب عزیز من، خدایا مو دانه دانه خود صبر کدوری خبری، یک جای صبر کدو یعنی چی؟ ازو بعد بزازی قدم پیشتر مونم و رابطو، ازو بعد قدک دیگه خود کنکشن داشته باشین، رابطه داشته باشین، یک دیگه خود کمک کنین، قدک دیگه خود رابطه کده کمک کنین، تعداد خود زیاد کده بورین در منی صبر. این خبر این چی در اومگا؟ قرآن در اومگا عزیز من دانه دانه خوب شدن فایده نداره. پدر گرامی به تنهایی تو خوب شونی در درد نمخره. مادر گرامی به تنهایی تو با حجاب شونی خوب شونی به درد، با هم باید خوب شونی، خانواده با هم باید خوب شونه، جامعه با هم از بعد باید خوب شونه. مو یک جای شما تو که مو تا حالا تنها خوب شدن را زیاد شنیدیم. مو بابا مو تنها خوب شومگه، به تنهایی خود تو خوب شومگه، اصلاح نفس کنه این مو زیاد شه. اما تا حالا شنده بدیم مگه با هم خوب شونو، اجتماعی بیا خوب شونو. این قرآن در عمر مگه عزیزانی گرامی، قرآن در عمر مگه اجتماعی با هم بیا بر خوب شونو مگه، یک دیگه خود از بعد کمک کنه که با هم انسان خوب باشه. پدر و مادر با هم کمک کنه تا اولادها خوب شونه، اولادها یک جای خوب شونه. کسته تو شما تو که این خانواده مثل یک هیئت وری است، مثل یک انجمن وری است. دیدین از خود یک مختصات، یک خصوصیاتی داره. بابا انجمن شما چی رنگه یا چند بجا منیشی اذان موشه، نماز دو روز تیم داره، سه تیم داره، مجلس روزانه موشه، هفتوار موشه، عزاداری کی موشه، کسته قرآن منیش چی تیم خانده موشه. دیدین یک مختصاتی از خود داره. خانواده منی رنگه یا وقتی که صحبت از خانواده میشه، تو توخ کو عزیزانی گرامی، خانواده آیدنتیتی یک معاشره است. شما اگر از ما بخواین بگین که فلان سوسایتی را تعریف کو برای از ما، اول از شما سوال پرسم بگم، برای از ما بگی که فامیلیز از سوسایتی چی رنگ است. تو مر بگی که فامیلیز از سوسایتی چی رنگ است، ما تو مگم که سوسایتی چی رنگ سوسایتی است. دیپند مون برای فامیلی. ما که نمتره. خانواده از خود خو یک مختصاتی داره. چی رنگ فرهنگ داره این خانواده؟ چی رنگ آداب داره؟ چی رنگ قوانین داره؟ چی رنگ اصولها داره این خانواده؟ مثلا آیا دمنیز خانواده وقتی که بابا برو صبح بخشی کار مره، وقتی که شاو ده خانم آیا، آیا دمنی خانه وقتی که بابا آمد، بچه ها و زنی ازی خانه و مادر ازی خانه در روی بری بابا قد احترام استموش یا دوزانو میشنه؟ آیا می کار موشه؟ آیا دمنیز خانواده وقتی که بابا درون یک کمره انتر موشه، آیا بچه ها ده احترام بابا بال چود استموشه؟ لا بابا جی آقا مگه این خوب گبا یک کونه یه دیگه، زی گبا گذشت دیگه، زی گبا نیه. آلی بابا ده منی کمره انتر موشه، بچه چل پسکی خواه موبایل ده دستایشی، بابا هم ده رفتش خبرش نیه، بابا هم ده منی خانه، بابا پدر هم آده ده منی خانه. نه بچه ده موبایل خدا خبر کدام یزی زهر و مار هار که خیلی هم زیاد است، نه دارو توغ مونه دارو یا بازی مونه دارو.
بابا مات رفت هیچ قصه هیچ خبر از نیه چرا چرا ایتر شد چرا ای بچه در وی کار رمونه ما تور جواب شمگم ما مگم چون ده منیز خانه مادر احترام بابا رعایت نکده بچه هم امروز بیادب شده نسبت به بابا آجه اقید توز کجا خبر شدی بابا قانون چه میتره اصول تربیت خانواده میتره مادری که ده منی خانه پدر را احترام شیر نکنه مادری که ده منی خانه شوهر را احترام شیر نکنه بچه هم بیادب مشه نسبت به بابا برعکس چیه میتره بچه ها بسیار ده آسانی دیلی مادر را میده مونه او چرا ایتر مونه؟ چون بابا بسیار ده آسانی دیلی مادر را میشکنه میده مونه واقع نمیتره ده منی خانه ای که بابا بسیار ده آسانی دیلی مادر را میده کن بچه هم بسیار ده آسانی دیلی مادر را چیکار مونه؟ میده مونه تربیت نموشه اینا عزیزان گرامی اصول تربیت یک خانواده این میرنگه پدر و مادر بسیار مهم است احترام شرکن و پدر خانه را بچه هم احترام شمونه بابای محترم تو هم دل مادر را زود زود نشکن بچه هم دل مادر را نمشکن از او با چی کار موشه وقتی که دمن یک فامیلی مادر دل چی بسیار مهم باشه دل چی دا آسانی میدانه شونه بابا احترام ازور قرار بگره از او بعد اینمی مادر اگر فقط یک دفعه بچه خود بگه که بچه ما فلان کار را نکو من مادر خوش ندارم ما خوش به خدا قسم از او بعد دیگه بچه او کار نه چرا؟ مگه مادر خوش نداره یعنی اگر کار ما کنم دل مادر میده موشه یعنی قدر مهم موشه برایشی اما اگر دمن یک خانه مادر هیچ حیثیت و اهمیتی نداشته باشه بابا مثل یک انسانی یک نوکر قد از مادر برخورد کنه دیگه از بعد بچه هر غلطی هر چی که مادر صبح شاو خود بکشه که باب دختر منی کار نکو من خوش ندارم بچه موقع موقع باب بلا دا پاسو که خوش نداری دزمو چی چون بابا یعنی میرنگه تربیت کده شر برعکس شه میرنگه میترسته اگر مادر برای پدر احترام قائل باشه بچه ها احترام ازور یاد میگرن از بعد به خدا قسم از بعد یک دنه جمله بابا ده قارم نگه سیریس یک جمله بابا از بعد تمام بچار تمام مسائل چر حل مون تربیت مون بچار اینی مسئله لہذا عزیزان گرامی دزمو شما خالی گفته شده که تنهایی خوب باش مگه ده تنهایی خوب باش تنها خوب بودن عزیزان گرامی اخلاق سکولر است یک اشاره بدم خالی شما مو شما را دمنی از این ممالک و دمنی از دنیا امروز امیر یاد تنها خوب باش تنها خوب بودن یعنی اخلاق سیکولر چی مگه تنها خود تو خوب باش دیگه چی کار داری؟ دیگه چی کار داری عزیز من؟ بینو دختر فلانی رفتار کاری که دل چی خواست کنه تو به تنهایی خود تو خوب باش به زو چی کار داری؟ بابای محترم تو تنهایی خود تو خوب باش مادر گرامی حجاب دل تو خواست خود تو تنها حجاب کنو بچه از خود اختیار داره مگه بچه ها عقل است اختیار داره دوست چیکار این یعنی اخلاق سکولر اخلاق دینی رنگ نیه اخلاق دینی مگه با هم خوب باش تنها خود تو نه با هم باید خوب باش عزیزان گرامی لذا خانواده بسیار مسئله مهمی است عزیزان گرامی خانواده رو خوب کدی هم فرد خوب مشه هم جامعه خوب مشه که انشاءالله در این باره در دو شاوی آینده مو در تفصیل انشاءالله گفتگو مونیم و کم و بیش یک قطره ای از ریشه ای امزی حالاتی که برای از مو شما امروز در منی از این دور زمان به سر از موی بلایی که نازل شده کم و بیش در باره زنا هم مو بحث مونیم واقعا ریشه یابی مونیم که چرا این بلاها در سر از مو امده واقعا امروز خانواده مهم است و عجیبی است دوستای عزیز مگه چند سالای پیش امو اولنا گروپی سوساید بمبرز امی خودکش حمله را وقتی که امریکا مگه بنیاد شیر اشت خبر این اولنا خودکش حمله را ایناس کجا جور کدن از یک یتیم خانه چندن بچه را اینا گرفتن از یک یتیم خانه مای چندن بچه را بال مونه مورا اونا را تربیت مونه یک خلاصه طالب علمای دینی وحشی اینا را تربیت مونه از بعد مورا اونا خلاصه خود در جایی پاره مونه منفجر مونه صدها انسان سو تو خین ریشه را تو خین از یک یتیم خانه یعنی فقدان فامیلی انسان های دهشتگرد تربیت مونه چقدر مهم مبحث از خانواده مونیم در کجاها که در او کشیده شده رایی نیسته در کجاها فقدان فامیلی باعث شد بچه ها یتیم بچه های یتیم را باید را وحشی های عالم بوره اونا را وحشی تر تیار مونه اونا مور خود خوره منفجر مونه دماکه مونه در او واقعا خیلی مهم بحث خیلی مسئله مهم است از اول به بیا توخ کن دینی از ما و شما را هم عجیب است ما یک تر خانواده ای را میشناسم که خانوادگی دین را دمانی عالم پیلاو کرد کدام خانواده اما خانواده ای که ما وقتی که اونا را سلام مونی دانه دانه سلام نمونی اندیویجوالی اونا را سلام نمونی اولین بار که میخوایی سلام کردی خانوادگی سلام مونی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه خانوادگی سلام مونی مو اینا را چرا؟ چون اینا خانوادگی کار کردن اینا
تمام فیملی خودون خور برای دین قربان کرد، تمام فیملی خودون خور برای بشریت قربان کردینا. آقا رسول الله از بال دا عنوان پدری خانواده، دا عنوان جد خانواده، از او بعد دختری گرامی را توخ کن، از او بعد دامادی محترم مایا خانواده تشکیل میده، از او بعد بچه ها با این توخ کن چی رنگه؟ یعنی خانوادگی قدق دیگه خوب شدن و خانوادگی در او دین خدا را در او منتشر کردیه، خانوادگی در او پیغامی دین را در او پھیلاو کردیه است. امزی خاطر بود که از امام حسین سلام الله علیه وقتی که از مدینه میخواست بوره سوال کرد، یا با عبدالله شما میخواین بورین بورین، چرا خانواده را قد خود خود را برده رئیست؟ فامیلی را برای چی مبرین قد از خود خود را؟ امام حسین هم در او خانوادگی رئیست دین را نجات بده. امام حسین خانوادگی در او در خلاف ظلم آواز بلند کنه. امام حسین در تنهایی سیکولر فکر نداره، امام حسین سیکولر اخلاق نداره. امام حسین موره قچقاتی همسر شیام استا، قچقاتی خواهر شیام استا، بچه جوان شیام استا، برار شیام استا، پوره یک فامیلی پوره در او رئی استن. واقعا عجیب است. و دایی شوها همو امادیم تا که سوگواری کنیم. دمی شبها هم دمنه کوچه های مدینه بر یک خانواده حمله کردن. فقط بر یک نفر حمله نبود، بر یک فامیلی حمله کردن. جانها بسوزد. اما از تمام کد زیاد فشار برای مادر یزی خانواده آمد. الله اکبر. مگه زهرای مرضیه سلام الله علیها د فراق یعقوب زمان خو، یعنی آقا رسول الله خیلی گریه میکرد. اما متاسفانه مسلمان ها اما دن از امام علی امور هم شکایت کردن، گفت یا علی زهرای مرضیه رو بگی یا شاو گریه کنه یا روز گریه کنه، مو خسته شدیم از دست ناله های زهرا. بابا چی قدر شما نانجیب استین، یک دختر را اجازه گریه هم نمیدین. علی جان ما خو نمیتنم آرام بشنم. علی جان گریه های فاطمه زهرا احتجاج بود، گریه های فاطمه زهرا در فراق پدر احتجاج بود، گریه های فاطمه زهرا فقط برای فراق پدر نبود، برای مظلومیت علی هم بود. اما شما امروز گریه کده احتجاج کردین، کس شما روگ نمونه عزادارا خواهرا مادرا. مگه علی علیه السلام را گفت که علی جان در بیرون مدینه یک جایی یک بیت لحظانی برای ما درست کنو، برو ما منج گریه کنو. مگه امام علی علیه السلام یک جایی را درست کرد در نام بیت لحظان، فاطمه زهرا دست امام حسن و حسین را گرفته و رفت یک سایبانی هم درست کرده بود زیر از درخت زیر سایبان، زهرا می نشست و گریه بکرد، ناله ها بلند بشد. اما ما مگم یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا برای فراق پدر علی علیه السلام برای شما یک سایبان درست کرد، یک جایی که شما می نشستین روزها سایه مکد برای شما، گرمی شما را اذیت نمکد. اما جانها بزوزد برای بچه های حسین دمن خراب شام، شبها از دست یخی اذیت بشدن، روزها آفتاب سوزان جسمی از اونا را در می دن. الله اکبر. مگه امام سجاد علیه السلام یک روزی برای چند لحظه از من خرابه برو بدر شد،
یک جایی کنار دیوار استاده بود برای عصا تکیه زده بود. یک کسی من سوال کرد گفت ابن رسول الله برای چی اینجی استاده شدین؟ یک نگاهی کرد به سمت بدن امام سجاد، دید از بند استاده رو خون میچقه، پایا زخمی شده، صورت ها گرگ شده، صورت پوست صورت انداخته. امام سجاد سوال کرد، پرس جواب داد گفت در یک خرامه مورا جای دادن. شب ها از دید شدت یخی، روز ها از دید شدت گرمی، دخترای حسین پوست صورت انداخته. اجرکم الله عزادارا. بس یک جمله دیگه مگم زحمت شما تمام. کسی که یک گمشده ای داشته باشه هر روز در بدر دنبال گمشده خو میگرده. مگه زهرای مرضیه هم یک گمشده داشت. کی بود؟ پدر عزیز حضرت زهرا. برای رسول خدا هر روز میتفید زهرای مرضیه. یک روز علی علیه صلات و السلام مگه ما آمدم در من خانه دیدم زهرای مرضیه خیلی بیتابی بوده. گفتم زهرا جام چی کار کنم که آرام شنین شما؟ مگه حضرت زهرا فرمود یا علی امو پیراهنی که دا آخرین لحظه ها پدر مده تن کرده بود امو پیراهن را برای ما بیرو. امو پیراهنی که علی علیه السلام دا منی ازو پیراهن رسول الله را غسل داده بود. مگه پیراهن را آوردم، زهرای مرضیه پیراهن را دا صورت زد، های بوی مکت پیراهن را، های بو سمیداد، های ناله مکت، ایک قدر زهرا گریه کت که غش کرد و افتاد. ما مگم یا زهرای مرضیه شما یک پیراهن رسول خدا را دیدین، بویدین، غش کدین، اما امان از دل زینب برای بدن پاره پاره حسین از گردن بریده در او بوسه میزده. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.